اولین آثار استفانو فرانچسکو تمرسون با الهام از یکی از مشاهدات استفان در کودکی خلق شد. وقتی استفان بچه بود، بهش داخل دوربین رو نشون داده بودن. اون دیده بود که توی دوربین خالیه و تصویری که ظاهر میشه از هیچ به وجود میاد. این ایده که تصویر از هیچ به وجود میاد، الهام بخششون شد. اولین آثارشون یعنی فوتوگرام هاشون رو با میزی شبیه این خلق کردن. یه میز دو طبقه شیشه‌ای که سوژه روی سطح بالایش قرار می گرفت و دوربین روی سطح پایینی. فرانچسکا شمع و لامپ‌های کنار سوژه رو جابجا می‌کرد تا با سایه‌هایی که سوژه تولید می‌کنه تصویر تولید کنه. و استفان سرش رو زیر شیشه زیری که دوربین روش بود می‌برد و از فوتوگرام‌ها عکس می‌گرفت و اونا رو ثبت می‌کرد. بعدها اونا فوتوگرام‌های متحرک هم تولید کردن که در بعضی از فیلم‌هاشون میشه اونا رو دید. استفانو فرانچسکا در سال 1929 در دوران تحصیلشون در ورشو با هم آشنا شدند. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، هر دو داوطلبان لهستان رو برای شرکت در جنگ ترک کردند و در سال 1942 در لندن دوباره به هم پیوستند و تا زمان مرگشون در سال 1988 با هم کار و زندگی کردند. در طول زندگی مشترک هنریشون همیشه در حال تجربه بودن و در هیچ قالب خاصی نمی گنجیدن. فرانچسکا و استفان تمرسون در رشته های مختلف هنری شناخته شدن. از جمله در رشته های طراحی و فیلم. یکی از معروف ترین فیلم هاشون ماجرای شهروند خوب نام داره. فیلم داستان مردیه که تلفنش خط رو خط میشه و میشنوه که یکی میگه اگه عقب عقب راه بری آسمون به زمین نمیاد. در واقع این جمله خطاب به باربری بود که قرار بود یک کمد رو جابجا کنه، ولی قهرمان داستان اینو میشنوه و تصمیم میگیره عقب عقب راه بره. به دنبال این اقدام قهرمان داستان مردم تظاهرات میکنن و پلاکاردهایی بالا میبرن که روش نوشته شده مرگ بر عقب عقب راه رفتن. موضوع کارکرد استعاره و زبان استعاریه و مسئله اتفاقات مبتنی بر تصادف از موضوعاتیه که در بعضی آثار دیگه اونا هم مشهوده. Was something which really resonated with the audience at the time. استفانو فرانچسکا در سال 1848 در لندن انتشارات گبر باکوس پرس رو تأسیس کرد. یکی از مهمترین کارهای این انتشارات ترجمه آثار آوانگارد اروپایی به انگلیسی و معرفی تفکر تندرو و پیشروی این آثار آوانگارد به جامعه هنری بریتانیا بود. در کنار این آثار خودشون رو هم منتشر می‌کردند. یکی دیگه از کارهای مهم این انتشارات این بود که مرز بین رشته‌های مختلف هنری رو برداشت. فرانچسکا و استفان آثار مشترکی در فرم‌های مختلف هنری خلق و چاپ کردند. یکیشون شعر می‌نوشت و دیگری در کنار شعر نقاشی‌هایی می‌کرد که مکمل مفهوم شعرها بود. برای فرانچسکا و استفان تمرسون تکرار یک فرم هنری به منزله راکت و ایستا بودن بود. اونا در طول عمر هنریشون تجربه گرا موندن و همواره دست به کارهای تازه و آزمون و خطا می‌زدن. اینکه در بند یک فرم و سبک خاص نبودن بهشون امکان میداد که خلاق تر باشن. Thank you.